استرس ناشی از مسائل روزمره در محل کار، مدرسه یا محیط خانه جوانان مصری را واداشته راهی برای تخلیه خستگی ناشی از آن بیابند. شیوه عجیب، نظیر جیغ زدن، اما در محیطی کاملا خصوصی. مثلا یک اتاق فریاد. گزارش رو ببینیم. این محل در وهله اول کتابخانه است نظیر کتابخانه های دیگر که در غرب قاهره پایتخت مصر واقع شده. با این تفاوت که در این کتابخانه اتاق ویژه‌ای وجود دارد که شاید در کتابخانه‌های دیگر مصر یا حتی منطقه خاورمیانه یافت نشود. اتاق فریاد. اسکریم روم کنت همش فکرتی مبدئی. اتاق فریاد ایده من نبود. ایده عمر انبیا بود. او مسئول بازاریابی کتابخانه است. او آمد و گفت بیا یک اتاق فریاد درست کنیم. من هم پذیرفتم. استفاده از اتاق فریاد رایگان است، اما تنها برای 10 دقیقه، تنها و بدون تلفن همراه. اوردی کوت بدخل الاوضه دي بس لعب المزيكه كنا بندخل نلعب مزيكه بعد. من قبلا به اینجا می اومدم تا موزیک بزنم، اما از وقتی این اتاق به اتاق فریاد تبدیل شد همه چیز عوض شده. یک بار که واقعا خیلی استرس داشتم اومدم اینجا و وقتی بیرون رفتم خیلی آروم تر شده بودم. جالب تر از اون این که میتونستم به مشکلاتم فکر کنم و در عین حال که جیغ میزنم براشون راه حل پیدا کنم. در کتابخانه وردز دور یا درب جهان علاوه بر اتاق فریاد، اتاق موزیک، فیلم، مطالعه و کاردستی برای بچه‌ها هم هست. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.